بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدمت خواهران و برادران عزیز سلام عرض می کنیم و خوش آمد می گوییم به شما به برنامه آنلاین مؤسسه فرهنگی اهل بیت قسمت دوم، یعنی سخنرانی با حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مهدی عزیزی. لیبه گشویتس، ایش هیس زی هرسیش ویلکامن تو دم آنلاین پروگرام دس هایتیگن آبنز در zweite تایل در فورتراغ میت اونزره فیرتن گست Herrn Hujjatul Islam wal Muslimin Mahdi Azizi. Salam alaikum, Janab Aghai Azizi. Salam alaikum wa rahmatullah. Manam khidmat khawaran wa baradaran aziz. Salam wa arz adab wa ihtiram daram. Dar khidmat shoma hastim ba nukati az Quran va riwayat ahle bayt alayhim salam. و در سر سفره معارف اهل بیت علیهم السلام ان شاء الله همه مهمان هستیم. در خدمت شما هستم. Grüßt allen herzlich und sagt ich wir sind ich stehe zur Verfügung mit einige Punkte aus dem Koran und der Überlieferungen an dem gedeckten Tisch der Erkenntnisse von Ahlul Bayt. Komm. بفرمایید، خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم، استفاده میبریم انشاءالله. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته که در خدمت عزیزان بودیم راجع به بحث عاقبت به خیری با هم قدری گفتگو کردیم و اونجا مطالبی رو عرض کردیم، معنای عاقبت به خیری رو توضیح دادیم و اینکه عاقبت به خیری چه فوائدی داره و چه آثاری داره و چه لوازمی داره، اینها رو توضیح دادیم. در ادامه چند کلید عاقبت به خیری رو تقدیم کردیم که به دو نکته اشاره کردیم. در این جلسه انشاءالله ادامه بحث رو با هم پی خواهیم گرفت. بفرمایید. In den vergangenen Sendungen, in den vergangenen Gesprächsrunden hatten wir die Diskussion gehabt über das wohle Ende finden für den Menschen und wir haben dies auch dort gedeutet gehabt. Wir haben darüber gesprochen gehabt, welche Vorteile dies für den Menschen hat, welche Notwendigkeiten es hat und bedingt. Und wir haben dazu auch die Schlüssel zu diesem wohles Ende finden Ihnen offeriert gehabt und erklärt gehabt und da zwei Punkte mindestens erwähnt. Heute setzen wir diese Diskussionsrunde an dieser Stelle fort. Befahren wir euch mal an. جناب آقای حاجی‌زاده، صدای من رو واضح میشنوید یا صدا کمه؟ صدا واضح هست، یه خورده شاید کم باشه ولی واضح هست، قابل شنیدنه. بسیار خوب، پس من اجازه میخوام که از هندزفری استفاده کنم، شاید صدا واضح تر میشه. اون همیشه بهتر است. خب بنده الان واضح تر دارید؟ خیلی بلند شد، خب الان تنظیم میکنم. یه جمله دیگه بفرمایید. الان صدای بنده رو واضح تر دارید؟ خیلی خیلی بهتر است، خیلی ممنون. بسیار خوب، در جلسات گذشته عرض کردیم یکی از آیات بسیار مهم قرآن توصیه انبیاء الهی به فرزندانشون هست و بین همه انبیا حضرت ابراهیم علیه السلام یکی از انبیای بزرگ الهی بودند که نقش بسیار بسیار مهمی در بین انبیای الهی داشتند. خب این نبی بزرگ
ما و به اصطلاح شیخ الائمه که حضرت ابراهیم علیه السلام باشند و بعد از اون حضرت یعقوب علیه السلام که در واقع سرسلسله پیغمبران بنی اسرائیل هستند، یک توصیه بسیار مهم به عنوان وصیت داشتند که این رو ما در جلسات قبل عرض کردیم و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب یا بنیه یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون. عرض کردیم که توصیه انبیاء الهی بالاخص حضرت ابراهیم این بود که ای فرزندان من مراقب باشید عاقبت به خیر از دنیا بروید، مراقب باشید که با حالت تسلیم محض خدای سبحان از این دنیا بروید. خب این مسئله بسیار به این اهمیتی و پر اهمیت مسئله ای نیست که ما بتونیم از کنارش به راحتی بگذریم، بنابراین ما باید این رو در واقع برنامه براش داشته باشیم در طول زندگیمون، یک برنامه ای که ما رو به این سمت ببره و خدایی نکرده از این در واقع رهگذر و از این بزنگاه با روسیاهی و سرفکندگی رد نشیم. در جلسه قبلی تشبیه کردم، عرض کردم که رد شدن از این عالم به سمت عالم دیگر مستلزم یک سری اتفاقات بسیار مهمی است. شبیه کسی که بخواد از کشوری وارد کشوری دیگری بشود که باید پاسپورت داشته باشد، برای اینکه ما بتوانیم در آخرت زندگی سعادتمندی داشته باشیم باید پاسپورت، مجوز ورود داشته باشیم و اون مجوز ورود ایمان به خداست و کسی که نتواند این ایمان را با خودش به آن عالم ببرد به اصطلاح میگن عاقبت به شر شده، یعنی در لحظه آخر که میخواد منتقل بشه این نتوانست ایمان خودش رو با خودش ببره و این مفهوم بسیار مهمی است، مفهوم عاقبت به خیری که ما جلسه قبل راجع بهش توضیح دادیم. این جلسه خواستم فقط یک یادآوری کرده باشم. بله بفرمایید. Die verschiedenen Koranversen besonders über die Geschichte der Propheten machen besonders diese Anmerkungen dazu, insbesondere der Prophet Abraham an seine Kinder, dass wir bestimmte, also Empfehlungen wird ausgesprochen. Besonders der Prophet Abraham, der im Grunde genommen der Stammvater der anderen Propheten und Völkergruppe ist, und nach ihm der Prophet Jakob, der Stammvater der Israeliten, haben an ihre Kinder diese Empfehlung weiter ausgesprochen gehabt. Nämlich, dass sie darauf achten sollen, dass sie ein wohles Ende in dieser Welt finden. Das ist keine einfache Kleinigkeit, die man einfach so abtun kann. Das ist ein wichtiger Punkt. In vorherige Diskussionsrunden hatten wir das erwähnt gehabt, dass wir von dieser Welt in die nächste Welt hinübersiedeln. Und dieses im Grunde genommen eine Gleichnis dargestellt wurde, nämlich wie die Reise von einem Land in den nächsten Land. Und bei dieser Reise brauchen wir normalerweise einen Pass, einen Reisepass, ein Reisedokument. Das ist unser Erlaubnis, um in ein anderes Land einzutreten. Die Reise von diesseits in jenseits, um dort ein gutes Ende zu finden, bedarf ebenfalls einen Reisepass,
ein Reisedokument. Und diese ist unsere innere Überzeugung an Gott, Iman auf Arabisch. Wenn wir dieses haben, dann haben wir ein wohles Ende gefunden. Und wenn nicht, dann haben wir ein schlechtes Ende gefunden. Das ist daher sehr wichtig. So viel auch zur Wiederholung von letzten Gesprächsrunden. یکی از کلیدهای طلایی عاقبت به خیری که در جلسه تا قبل عرض شد مفهوم تقوا و خودنگهداری بود، اینکه انسان به جایی برسه که بتواند از خودش مراقبت کند در مقابل لغزش ها و این روحیه در درون او به شکل یک عادتی در بیاید که دیگه به راحتی نلغزد. اگر کسی این روحیه رو در درون خودش ایجاد بکند، یعنی انجام واجبات و ترک گناهان، آن چیزهایی که وظایف یک مسلمان هست آنها را انجام بدهد و آن چیزهایی که خدای سبحان از اون نهی کرده آنها را ترک بکند و این رو به صورت یک عادت در درون خودش در بیاورد، انشاءالله عاقبت به خیر شدن او تضمینی خواهد بود. به جهت آیات متعددی از قرآن و ادله که در جلسات قبل اینها رو عرض کردیم و دیگه لازم نیست اونها رو تکرار بکنیم، فقط یک آیه رو من عرض کنم که فرمود که والعاقبتو للمتقین. خب این کلید اول بحث عاقبت به خیری بود که بسیار بسیار مهم است. جلسات مختلفی و متعددی باید راجع بهش ما صحبت کنیم. بفرمایید. Einer der goldenen Schlüssel, die zu dieser Sache führt, zum wohles Ende führt, wie wir in den letzten Diskussionsrunden erwähnt hatten, ist das Thema Tugendhaftigkeit und Gottesfurcht, auf Arabisch Taqwa genannt. Dies bedeutet, dass man sich selbst zügelt und gegenüber des Ausrutschers einen Widerstand zu leisten. Wenn man in sich selbst diese Gewohnheit und diese innere moralische Aufbau erreicht, dass man seine Pflichten nachkommt und die Sünden vernachlässigt, die Sünden nicht vernachlässigt, sondern die Sünden abstreift und dagegen Widerstand leistet, dann führt dies zu ein wohles Ende. Dies wird im Koran in verschiedenen Versen dokumentiert und garantiert. Nur eine Vers will ich hier wiederholend erwähnen, wo es heißt, und die Zukunft gehört den Gottesfürchtigen bzw. den Tugendhaften. Befallmat reich bekommen. یک نکته مهم دیگری را عرض کردیم و اون این که یکی از مسائلی که بسیار بسیار خطرناکه و باعث میشه که انسان خدای نکرده حاصل زحمتهای چند ساله ایمانی او از بین برود و دست خالی وارد عالم آخرت بشود، بحث خودبرتربینی بود که این رو باز جلسه قبل عرض کردیم. این که انسان همیشه دنبال این باشد که خودش را از دیگران بالاتر بداند، خودش را در واقع نسبت به دیگران یک سر و گردن برتری بدهد. مثلا بگی آقا من فرض بفرمایید نژادم برتره، من سوادم بالاتره، پس موقعیت اجتماعی باید بالاتر باشه، باید جای بالاتر بنشینم، باید همه به من احترام بگذارن، باید همه جلو پای من بایستند. او ایرانی است، من مثلا
عرض به خدمت شما که آلمانی هستم، او افغانی است، من ایرانی هستم، من بالاترم. این حرف ها در منطق قرآن جایی ندارد. بنابراین قرآن به شدت این تفکر رو نفی میکنه و با قاطعیت میفرماد که سرای آخرت نصیب کسانی خواهد شد که اراده برتری نسبت به دیگران را نداشته باشند. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. این رو باز جلسه قبل ما مفصل توضیح دادیم. خدا میفرماد که سرای آخرت، آن خانه آخرت، اون رو ما برای کسانی قرار دادیم که اراده بزرگی نکنند، خودشون رو برتر و بزرگتر از دیگران نبینند. نمیفهمد تکبر نکنند. تکبر که یه مرتبه بالاتری است. نه، حتی در ذهنشون، در فکرشون خودشون رو برتر نبینند و اراده نکنند، تصمیم نداشته باشن که همیشه بالاتر از دیگران باشن و همه به اونها احترام بگذارن. این اراده رو نداشته باشن. شاید این اراده بعضی داشته باشن ولی در مرحله عمل خیلی آدم های متکبری نباشن. ولی قرآن میگه حتی کسانی که این اراده رو دارند، اراده برتری جویی نسبت به دیگران، همین ارادهش خطرناکه. و عرض کردیم شیطان یکی از عوامل بزرگ و مهم و شاید مهمترین عامل سقوطش همین روحیه بود، که چون خودش رو از دیگران برتر میدید، خودش رو نسبت به آدم علیه السلام یک سر و گردن بالاتر میدانست، به اصطلاح زورش اومد، سخت شد براش که به موجودی که فکر میکرد از او پایینتره سجده کنه و همین او رو زمین زد. این مسئله بسیار مسئله مهمی است که در جلسه قبل مفصل توضیح دادیم. حالا ویدیوش موجوده، دوستانی که میخوان مطلب رو دنبال کنن میتونن مراجعه کنن. بفرمایید. بله، In der Fortsetzung hatten wir letztens erwähnt gehabt, ein weiterer wichtiger Punkt gebracht gehabt, nämlich dass eine Sache ist, die besonders gefährlich ist und dazu führt, dass man abstürzt. Und dies ist, sich selbst als wichtiger zu betrachten, sich wichtig, als wichtig zu betrachten. Das heißt, wenn jemand sich selbst als höher einstuft als die anderen, weil er besonders gebildet ist oder eine bestimmte Rasse oder Gruppe und Volksstamm gehört. Der ist Iraner, ich bin Deutscher. Ich bin Iraner, der ist Afghaner. Solche Sachen werden im Koran kategorisch ausgeschlossen und abgelehnt. Ein Grund für den Schlüsselerfolg, ein wohles Ende zu finden, ist, wenn die Menschen nicht mal im Gedanken darin sich als höher empfinden als die anderen. Und ich rede jetzt hier nicht von Arroganz, das ist sogar eine Stufe schlimmer. Hier geht es ganz einfach, sich wichtiger als wichtig einzustufen. Dies ist gefährlich, dies lehnt ab. Und wenn man so will, ist das der eigentliche Grund, die Ursache, dass Mephisto, Iblis, also der Satan, gestürzt ist, als er nicht in der Lage war, gegenüber Adam, den er als tiefer als sich betrachtet hat, sich ihm gegenüber niederzuwerfen. Das heißt, seine Arroganz oder sich höher zu betrachten als Adam hat ihn eigentlich zerstört. البته یه توضیح من عرض کنم. این که من گفتم نیت برتری نسبت به دیگران نداشته باشد، اگه کسی این نیت برتری رو داشته باشد گناه هست،
نیت خالی مقصودم نیست، یعنی نیتی که در واقع منجر به عمل بشود، یعنی در عمل یک به شکلی خودش رو برتر از دیگران نشان بدهد. اگر این نیت و این روحیه در عمل ظاهر بشود، قطعا این شخص رو دچار انحطاط میکنه و او رو عاقبت به شر میکند. و ما میبینیم در دنیای خودمون این نظام تبعیض نژادی که در کشورها هست و نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی، نظام تبعیض نژادی در کشورهای مختلف دنیا، در آمریکا، در خود آلمان و در کشورهای دیگه، که سفید نژاد سفید پوست رو بر سیاه پوست ترجیح میدن و یا نژاد اصیل رو بر نژاد غیر اصیل ترجیح میدن و میگن ما برتر هستیم، اینها همش مخالف منطق قرآن و ما باید به این مسئله بسیار توجه داشت. اگر تو در درون ما چنین چیزی وجود داره، از امشب تصمیم بگیریم. قرآن میفرماد که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون کسی پیش خدا عزیزتر است، آن کسی پیش خدا برتر است، آن کسی پیش خدا احترام بیشتری دارد که از همه دیندارتر و خدا ترستر و با تقواتر باشد. و الا خدا یکی را سیاه آفریده، یکی را سفید آفریده، یکی را در واقع ایرانی آفریده، یکی را افغانی آفریده، یکی را جرمن آفریده، هر کسی رو خدا به یک شکلی آفریده. اینها هیچ کدام دلیل و برتری نیست. Ich möchte allerdings betonen, wenn ich vorhin von Gedanken oder diese Intention gesprochen habe, dass derjenige das Gefühl nicht haben darf, ist das jetzt der bloße Gedanken als Sünde nicht gemeint, sondern eine Gedanke der Überlegenheit mit entsprechender Handlung. Denn diese entsprechende Handlung wird dann den Menschen in die Irrwege führen und tatsächlich zu einer unwohles Ende führen. Rassismus, die wir in Vergangenheit gegeben hat, wie zum Beispiel das Apartheid-System in Südafrika, rassistische Ausführungen in USA oder in Deutschland oder sonst wo, wie es immer wieder gibt, wo es zum Beispiel die Schwarzen als minderwertig eingestuft werden. Solche Sachen werden im Koran kategorisch abgelehnt. Die sind gottgegebene Sachen. Der eine wird schwarz erschaffen, der andere weiß. Der eine Iraner und der andere Deutsch und der andere Afghaner. Das ist gottgegeben. Der Koran sagt, der Näherste zu euch ist derjenige, der am tugendhaftesten und gottesfürchtigste ist. Dies sind Maßstäbe. Also Rassismus, sich höher betrachten als andere, diese werden im Koran kategorisch abgelehnt. Der Fall wird recht bekommen. بله. اما درباره جلسه این هفته و امشب، حالا بحث مقدماتی و یادآوری جلسه قبل خیلی طولانی شد، یکی دیگر از کلیدهای مهم عاقبت به خیری بحث توسل دائمی به اهل بیت علیهم السلام است و این مسئله بسیار مسئله مهمی است که با دلایل بسیار بسیار فراوان این مسئله ثابت میشه. هم دلیل روایی داریم، روایت داریم، احادیث داریم و هم از آیات قرآن میتونیم این مطلب رو اثبات کنیم که اگر کسی دائما بره در خانه اهل بیت و از اونها کمک بخواد و در تمام مسائل زندگیش وابسته به اهل بیت باشه، از اونها بخواد، توسل دائمی به اونها داشته باشه، این باعث عاقبت به خیری او می شود. خب این رو از کجا من میگم؟ یک حدیث معروف از پیامبر اکرم بارها بارها شنیده اید، قبلا هم این رو من عرض کردم.
دلایل مختلفی داره این بحث های ولی یکی دو تا دلیلش رو من فقط اشاره میکنم چون وقتمون کمه. و اون حدیث، حدیث معروف سفینه است که حالا در ادامه بعد از ترجمه های دکتر این رو حدیث رو برای شما میخونم. Nun ist die Einleitung für heute sehr lang geworden, weil das eine starke Wiederholung von den letzten Gesprächsrunden war, aber die Vorträge war. Nun kommen wir zu dem Vortrag vom heutigen Tag, nämlich ein weiterer Schlüssel. Und ein weiterer Schlüssel ist die Fürbitte an dem Pforte der Ahlul Bayt. Die Fürbitte ist ein sehr wichtiges Thema. Es gibt sehr viele Begründungen dafür, sowohl aus der logischen heraus, wie auch aus religiöser Perspektive. Wir haben sowohl Koranverse als auch Überlieferung dazu. Also wer sich öfters oder sehr viel in alle Angelegenheiten seines Lebens an die Ahlul Bayt sich wendet und dort um Fürbitte bittet, hat besonders große Erfolgschance, um ein wohles Ende zu finden. Eine Überlieferung dazu ist vom Propheten des Islam, den Sie mit Sicherheit gehört haben. Es ist nämlich die Überlieferung der Arche Noah. Der Hadith Safina auf Arabisch. Befarmt, reicht mir können. در این حدیث پیامبر خدا میفرماد که اهل بیت من مانند کشتی نوح هستند. هر کس سوار اینها شد، سوار کشتی نوح شد، نجات پیدا کرد. و هر کس در واقع جا ماند و سوار کشتی نشد، غرق شد. این حدیث در منابع بسیار مهم و معتبر اهل سنت و شیعه موجوده و حدیثی است که به اصطلاح فریقین، یعنی هم فرقه شیعه و هم فرقه سنت، اهل سنت این حدیث رو قبول دارن و در کتابهای خودشون نقل کردن. خب یعنی انسان میتونه مطمئن بشه به طور 100% که این حدیث رو پیغمبر خدا فرموده. پیغمبر فرمود اهل بیت من مثل کشتی نوح. چطور در زمان حضرت نوح وقتی بلا اومد هر کس سوار کشتی شد نجات پیدا کرد؟ اگر کسی سوار کشتی اهل بیت علیهم السلام بشود، یعنی دائما به اونها متوسل باشد، دست به دامان اونها باشد، دائما در خونه اهل بیت بره، این شخص اهل نجاته. و اگر کسی از اهل بیت دور بشه، کاری به کار اهل بیت نداشته باشه، خودش برای خودش زندگی خودش رو بکنه و اهل توسل به اهل بیت نباشد، طبق این حدیث این شخص غرق می شود و اهل نجات نخواهد. خب ترجمه دیگر اهل نجات است همون عاقبت به خیر است دیگه. یعنی اگر کسی بخواد عاقبت به خیر بشود، با سلامت دین از این دنیا برود، راهش این است که سوار کشتی نجات اهل بیت بشود. و اگر کسی کاری به کار اهل بیت نداشته باشه و محبت اهل بیت رو در دل خودش نپروراند، این شخص خدای نکرده عاقبت به شر از این دنیا می‌رود. این حدیث به روشنی این مطلب رو به ما می‌فهمونه. بفرمایید. In dieser Überlieferung wird die Ahl Bayt, die Familie des Propheten, wie das Schiff und diese Arche des Propheten Noah betrachtet. Da heißt es, in dieser Überlieferung, wer darin steigt, ist gerettet und wer nicht, wird ertrinken. Diese Überlieferung ist sowohl von Schiiten wie es von Sunniten als richtig anerkannt und ist sowohl in schiitische wie sunnitische Überlieferung Büchern zu finden.
Das ist im Grunde genommen so wie in der Zeit vom Propheten Noah, als der große Sintflut kam. Wer in diese Arche, in dieses Schiff eingestiegen ist, hat es überlebt und wer nicht, ist ertrunken. Hier ist das genauso. Also wer die Ahlul Bayt in sein Leben integriert, ist im Grunde genommen so, als würde er in dieses Schiff einsteigen und gerettet sein. Wer also das Leben, die Liebe zu Ahlul Bayt in sein Herzen pflanzt, hat sehr gute Chancen zu gewinnen. Und wenn nicht, hat er, Gott behüte, sehr große Wahrscheinlichkeit, ein schlechtes Ende zu finden. Das gilt also für Leute, die mit der Ahlul Bayt nichts zu tun haben, nichts zu schaffen haben. Sie leben ihr Leben, aber sie haben mit denen nichts zu schaffen, keine Fürbitte und dergleichen. Diese Leute haben ein ganz großes Risiko in diese Richtung. Der Fall war drei Programm. بله، در زیارت جامعه کبیره که یکی از معتبرترین و مهمترین زیارت های ائمه ما هست و از ناحیه امام هادی علیه السلام این زیارت به دست ما رسیده، اونجا تعبیرهای بسیار متعددی راجع به اهمیت توسل به اهل بیت نقل شده که حالا فرصت این نیست که ما این رو توضیح بدیم. فقط در یک فراز کوتاهی از اون رو من به اشاره ای بکنم و اونم این است که حضرت فرمود در مقام تعریف و تمجید از مقام اهل بیت می فرماد ای اهل بیت نبوت السلام علیکم یا اهل بیت نبوت، اون اول سلام میده و بعد می فرماد و فاز من تمسک بکن، یعنی اگر کسی به شما اهل به چنگ بزند، چنگ بزنه، تمسک بکند به شما، این شخص فازه، فازه یعنی رستگار می شود. فوز در زبان عرب اگر بخوایم به فارسی ترجمه کنیم به معنای رستن، رها شدن و رسیدن به مقصد است. همان گونه که یک دانه وقتی از دل خاک سر باز میکنه، دل خاک رو میشکافه و میزنه بیرون، در واقع میگن این رسید، این دیگه رسید، رست به اون مقصد خودش رسید. اگر کسی بتواند این مرحله دنیا رو یه طوری طی کنه که آخرت خودش رو تضمین میکنه و در آخرت سعادتمند بشود، یا به تعبیر خودمون عاقبت به خیر بشود، به این شخص میگن فازه. لذا میبینید که امیرالمؤمنین علیه السلام در شب 19 وقتی ضربت میخورند میفرمان فز تو و رب الکعبه، یعنی به خدای کعبه که دیگه رستگار شدم، یعنی دیگه تموم شد، دیگه راحت شدم و رسیدم به اون مقصدی که میخواستم برسم، عاقبت به خیر شدم. خب آی برادر خواهر من که از من سوال میکنیم چه کار کنیم عاقبت به خیر بشیم، آقا امام هادی در زیارت جامع همینو میفرماد، میفرماد اگر بخوای عاقبت به خیر بشی باید به اهل بیت چنگ بزنی، دست به دامن اونها بشین. نه اینکه اهل بیت فقط دوست داشته باشین، گاه گاهی حالا یه یادی از اونها بکنین، نه این کافی نیست، باید چنگ بزنیم، یعنی به اونها متوسل بشین، اونها رو وسیله قرار بدیم برای اینکه عاقبت به خیر بشیم، اونها رو دائما در حاجات خودمون از اونها بخوایم که اونها از خدا بخوان. حالا در راجب توسل به اهل بیت و آداب توسل و اینکه چه کنیم که بتوانیم تمسک کنیم به اهل بیت، ما باید در جلسات دیگه صحبت بکنیم. خلاصه اینکه در این روایت حضرت می‌فرمان کسی که به اهل بیت تمسک بکند، این اهل نجات است. بنابراین توسل به اهل بیت یکی از کلیدهای بسیار مهم آباد به خیر است. بفرمایید.
In dem Bittgebet Jama'atul Kabira, also der große, umfassende Herantreten. Das ist eine sehr bedeutende Bittgebet, ein sehr bedeutendes Herantreten. Ich will es wiederholen, das Herantreten ist das. Ziyarat heißt ja Herantreten. Diese ist überliefert von Imam Hadi, den 10. Imam. Dort wird die Bedeutung für den Fürbitte Tawassul besonders klar hervorgehoben. Der Imam sagt an der Stelle, nachdem er die Stellung von Ahl al-Bayt lobt, sagt er, greifet nach dem Ahl al-Bayt. Also greifen, wirklich. Das Wort greifen wird benutzt, als würde man mit der Hand zupacken. Wenn ihr das macht, dann würdet ihr die Erlösung finden. Erlösung ist eine Art Befreiung. Es ist das Erreichen eines Zieles. Genauso wie ein Keim, der aufkeimt und aus dem Boden herauskommt. Wenn er aus dem Boden herauskommt, hat er sein Ziel erreicht. Es ist auch befreit aus dem Erdreich. Wenn also jemand schafft, mit den Imamen in Verbindung zu treten, also mit der Ahlul Bayt in Verbindung zu treten, nach denen greift, dann wird er die Erlösung, das wohle Ende finden. Fürst der Frommen, Amir al-Mu'minin, hat in der Nacht von 19. Ramadan, als er mit dem Schwert erschlagen wurde, genau diesen Satz gesagt. Beim Herrn von Kaaba, beim Gebieter von Kaaba. Ich bin erlöst. Warum sagt er das? Weil er sein Ziel erreicht hat. Es ist nicht ausreichend, wenn wir einfach nur so ab und zu mal von den Imamen uns erinnern, ach ja, dann gibt es die Ahlul Bayt und die Imamen. Nein, das reicht nicht. Ihr müsst in eure Probleme von denen es verlangen und bitten, dass Gott für euch die Sachen richten möge. Wie das jetzt genau im Detail so was man machen könnte, würden wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt erklären. Also ist es ganz wichtig, die Fürbitte an Ahlul Bayt, um ein wohles Ende zu finden. Befahren wir gleich mit Konam? Bale. خب این که عرض کردم توسل به اهل بیت یکی از کلیدهای آقایت به خیلی است احتیاج به توضیح بیشتری دارد یعنی لااقل یکی دو جلسه لازم است که ما مفهوم توسل و آداب توسل رو توضیح بدیم که این مطلب باز بشود که توسل یعنی چه ولی خلاصش این است که در تمام کارهای زندگی ما دست به دامان اهل بیت بشویم این مفهوم خیلی خیلی خلاصه و سربسته توسل است حالا انشالله در جلسات آینده اگر عمری باقی بود و توفیقی بود این مفهوم توسل رو باز میکنیم تا بعد مطلب روشن بشود که چگونه ما میتوانیم با توسل به اهل بیت اهل نجات بشویم خب بسیار خوشحال شدم که امشب تونستم خدمت خواهران و برادران عزیز ایمانی باشم همه شما رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Also ist der Schlüssel, also ist der Tawassul, die Fürbitte, ein Schlüssel für das Erreichen der Erlösung und wohles Ende. Wir werden aber 1 bis 2 Sitzungen noch brauchen, um es zu erklären, wie das genau zu sein hat. Und aber wichtig ist, dass wir in alle Angelegenheit unseres Lebens an die Ahlul Bayt uns wenden sollen und müssen. Das ist die wahre Bedeutung von Fürbitte Tawassul. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute Abend wieder heute die Ehre hatte, mit Ihnen zu sein, meine lieben Freunde, und hoffen,
dass wir bald wieder für sie da bin, so Gott mir noch Atemzüge schenken möge. Schenken wird. Khalim Mamnun, als Wujude Shumama, inshallah, Safada Khaim Kad, inshallah, Khuda Bishumama, Titul um, Enayat Fadmayat. Ich hoffe, Gott Ihnen noch ein langes und gesundes Leben schenken möge und wir von Ihnen Nutzen ziehen können. Inshallah. Inshallah. Khuda Hafiz, Khalim Mamnun, auf Wiedersehen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. خب دوستان عزیز به پایان برنامه قسمت دوم یعنی سخنرانی با حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مهدی عزیزی رسیدیم. Liebe Geschwister, wir sind nun zum Ende des zweiten Programms gekommen, der Vortrag mit Herrn حجت الاسلام و المسلمین مهدی عزیزی. در پایان دعایی می‌خوانیم برای سلامتی آقا امام زمان. Zum Schluss wollen wir nochmal das Gebet für die Gesundheit Imam Zaman, Imam der Zeit, gemeinsam verlesen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kull waliyyik الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عربك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم خواهران و برادران عزیز از توجه شما تا این ساعت و همراهی شما متشکریم و شما را به خدای بزرگ می سپاریم. Liebe Geschwister, wir danken Ihnen für die Begleitung dieses Programms und wünschen Ihnen alles Gute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.